اگر شما هم جز به کاربران فعال اینترنت باشید، این روزها احتمالاً اسم نرم‌افزار ChatGPT رو زیاد شنیدید. نرم‌افزاری که پایه‌ای بر مبنای هوش مصنوعی داره و در دسته چت‌بات‌ها قرار می‌گیره. چت‌بات‌ها در واقع برنامه‌های کامپیوتری هستند که به منظور شبیه‌سازی مکالمات انسانی به وسیله کامپیوتر ساخته میشن و با توجه به سوالاتی که کاربر از اونها می‌پرسه، پاسخ مناسبی رو ارائه میدن. ChatGPT توسط شرکت OpenAI که زیرمجموعه شرکت مایکروسافت هست اداره میشه و قادر به پاسخ دادن به درخواست‌های گوناگون، نوشتن مقاله، انجام تمرین‌های دانشگاهی، شرکت در امتحانات و حتی سرودن شعر. ChatGPT در نوامبر سال 2022 در دسترس عموم قرار میگیره و بنا به آمار منتشر شده از خبرگزاری رویترز در مدت 2 ماه به آمار خیره کنندهی در جذب کاربر میرسه و میتونه سریع‌ترین رشد یک نرم افزار رو در طول تاریخ داشته باشه. بعد از این رشد خیره کننده است که مایکروسافت تصمیم به سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری روی این چت‌بات میگیره. تا الان با ChatGPT آشنا شدیم و متوجه شدیم که این نرم افزار و نرم افزارهای مشابه کارکرد زیادی در دنیای آینده خواهند داشت. حالا قرار از این به بعد بررسی بکنیم که این نرم افزار چه مواجهه‌ای با دنیا و فضای دانشگاهی خواهد داشت. در ابتدا باید توجه کنیم که تخصص اصلی ChatGPT در حوزه نوشتار و متنه و به همین دلیل میتونه کمک زیادی به فضای آکادمیک و پژوهش‌های دانشگاهی بکنه و تا امروز و در این مدت زمان کم خیلی از دانشجوها و اساتید ازش کمک گرفتن. اما با توجه به حساسیت بالای این موارد ممکنه که مشکلاتی رو هم ایجاد بکنه. در اولین گام ما به سراغ خود این نرم افزار رفتیم و ازش پرسیدیم که به نظرش چه کمک‌هایی می‌تونه به فضای دانشگاهی بکنه و چه مشکلاتی هم ممکن استفاده ازش برای ما داشته باشه. طبق صحبت‌های خود این نرم‌افزار، مزایای استفاده از اون در دانشگاه‌ها شامل در دسترس بودن در تمامی ساعات، کاهش زمان مورد نیاز برای انجام کارها، شخصی سازی پاسخ‌ها با توجه به خصوصیات هر فرد، افزایش مشارکت دانشجو با ارائه روش‌های گوناگون یادگیری. اما مشکلاتی هم در استفاده از اون وجود داره که خودش هم به اونها اعتراف می‌کنه. پیچیدگی ساخت چت‌بات‌ها، دقت پایین، عدم رعایت حریم شخصی و کپی‌رایت، نیاز به نگهداری و به روزرسانی منابع چت‌بات. نهادها و افراد صاحب نظر در این باره نظرات مختلفی رو بیان کردن. دانشگاه هاروارد در مطلبی سعی در بررسی این موضوع داره و در انتها نیز اعتقاد داشتند که اساتید و دانشجویان به جای نگاه تهدیدی به این نرم افزار باید از اون در جهت رسیدن به منافع خودشون استفاده بکنن. به گزارش نشریه فرارو، فرانسیس پوژول، استاد دانشگاه ناوارای اسپانیا، رویکرد متفاوتی رو در استفاده از این نرم افزار در پیش گرفته که شامل استفاده مفید و سازنده از این نرم افزار میشه. از طرف دیگر، خطاهای ChatGPT در حال ظهور و بروز هستند. به گزارش خبرگزاری الپایسس، دانشجویی که از این چت‌بات برای تحقیقات خود استفاده می‌کرد، به این نتیجه رسید که اگر می‌خواهید در موضوعات فنی ChatGPT استفاده کنید، باید از قبل درباره آن موضوع اطلاعاتی را داشته باشید. دانشجویان نیز از تجربه‌های استفاده از نرم‌افزار ChatGPT می‌گویند. خوب سریع جواب میده، میتونی به سرش برسی. بعد یکی از خوبیاش هم اینه که وقتی چیزی رو میپرسیم شاید خوب نتونه بار اول جواب بده، وقتی دوباره بگیم خب من اینو نفهمیدم، با یه مثال دیگه یه جور دیگه ای بگو، سعی میکنه طرز بیانش رو عوض کنه، مثالش رو عوض بکنه. چون سوالات هم رو ازش پرسیدم که خب این موضوع چیه، منابعش رو برام لیستم و این اتفاقات افتاده. کار شخصی هم مثلا برای یادگیری زبان انگلیسی یا اسپانیایی یا زبان خارجی ازش استفاده. مذراتش، یکی از مذراتی من حالا شنیده بودم به طور کلی که این شرکتی مثل این که از ChatGPT استفاده کرده بود و حالا برنامه نویسای اون قسمت ازش استفاده کرده بودن و گویا اطلاعات محرمانه اون شرکت که حالا کدهای اون شرکت باشه فاش شده بود و به بیرون درس پیدا کرده بود و خب این اصل پرایویسی رو فکر میکنم
کاملا نقض میکنه. یکی از مشکلات هم اینه که خوب سوال رو متوجه نمیشه و من بعضا باید چندین و چند بار این موضوع رو براش مطرح کنم که بتونه اون سوال رو خوب متوجه بشه. مورد دوم این که منبعاش خیلی وقتا اشتباهه و منبعی رو که بهش ارجاع میده اصلا وجود خارجی نداره. در این بین به سراغ یکی از اساتید دانشگاه تهران رفتیم تا نظر ایشون رو هم بدونیم. حتی نقطه مثبت داره، یعنی میتونه تحلیل انجام بده، میتونه یه قسمتی از کار ریسرچ رو راحت تر کنه و خب جلو بندازه، به خصوص تو ریسرچ، تو تحقیقات سند. تو ریسرچ میتونه تاثیرگذار باشه. بعضی جاها میگم حتی میپذیرن به عنوان نویسنده هوش مصنوعی، به عنوان نمی‌سنده می‌پذیرم. ساید منفیش اینه که بعضی از یادگیری‌هاشو بر مبنای لوپای خودش یادگیری خودش می‌ده، در حالی که ممکن جوابای تخیلی از خودش بده. تنبل می‌مونه. یعنی شما دیگه من چه پردازش کنم؟ پردازشگر اساس من بهتر بوده. ولی یه خطراتی داره. مثلا چی؟ یه خطرش اینه که از خودش رفرنس تولید می‌کنه بعضی. پس از ماه‌ها بحث و سردرگمی، اوپن ای آی ابزاری رو منتشر میکنه که متن نوشته شده توسط انسان و هوش مصنوعی رو متمایز میکنه. این نرم افزار که هم متن تولید شده توسط خود چت جی پی تی و هم سایر چت بات ها رو شناسایی میکنه، شروع خوبیه اما کافی نیست. به اذعان خود اوپن ای آی میزان دقت این نرم افزار 62% که دقت خوبی نیست و باید انتظار بهبود اون رو در آینده داشته باشیم. در انتها میتونیم بگیم با توجه به امکاناتی که چت جی پی تی و ابزارهای مشابه در اختیار انسان قرار میدن، تصویر آینده انسان بدون اونها غیر ممکنه. اما باید دید که چگونه مشکلات به وجود اومده در اثر استفاده از اونها قابل برطرف شدنه. شبکه دانشگاه تهران، شبکه حکمت و فرزانگی. اگر شما هم جزو کاربران فعال اینترنت باشید، این روزها احتمالاً اسم نرم افزار چت جی پی تی رو زیاد شنیدید. نرم افزاری که پایه‌ای بر مبنای هوش مصنوعی داره و در دسته چت بات ها قرار میگیره. چت بات ها در واقع برنامه‌های کامپیوتری هستند که به منظور شبیه سازی مکالمات انسانی به وسیله کامپیوتر ساخته میشن و با توجه به سوالاتی که کاربر از اونها میپرسه پاسخ مناسبی رو ارائه میدن. چت جی پی تی توسط شرکت اوپن ای آی که زیر مجموعه شرکت مایکروسافت هست اداره میشه و قادر به پاسخ دادن به درخواست های گوناگون، نوشتن مقاله، انجام تمرین های دانشگاهی، شرکت در امتحانات و حتی سرودن شعر. چت جی پی تی در نوامبر سال 2022 در دسترس عموم قرار میگیره و بنا به آمار منتشر شده از خبرگزاری رویترز در مدت 2 ماه به آمار خیره کنندهی در جذب کاربر میرسه و میتونه سریع ترین رشد یک نرم افزار رو در طول تاریخ داشته باشه. بعد از این رشد خیره کننده است که مایکروسافت تصمیم به سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری روی این چت بات میگیره. تا الان با چت جی پی تی آشنا شدیم و متوجه شدیم که این نرم افزار و نرم افزارهای مشابه کارکرد زیادی در دنیای آینده خواهند داشت. حالا قرار از این به بعد بررسی بکنیم که این نرم افزار چه مواجهه‌ای با دنیا و فضای دانشگاهی خواهد داشت. در ابتدا باید توجه کنیم که تخصص اصلی چت جی پی تی در حوزه نوشتار و متن و به همین دلیل میتونه کمک زیادی به فضای آکادمیک و پژوهش‌های دانشگاهی بکنه و تا امروز و در این مدت زمان کم خیلی از دانشجوها و اساتید ازش کمک گرفتن. اما با توجه به حساسیت بالای این موارد ممکنه که مشکلاتی رو هم ایجاد بکنه. در اولین گام ما به سراغ خود این نرم افزار رفتیم و ازش پرسیدیم که به نظرش چه کمک هایی میتونه به فضای دانشگاهی بکنه و چه مشکلاتی هم ممکن استفاده ازش برای ما داشته باشه. طبق صحبت های خود این نرم افزار، مزایای استفاده از اون در دانشگاه ها شامله در دسترس بودن در تمامی ساعات، کاهش زمان مورد نیاز برای انجام کارها، شخصی سازی پاسخ‌ها با توجه به خصوصیات هر فرد، افزایش مشارکت دانشجو با ارائه روش‌های گوناگون یادگیری. اما مشکلاتی هم در استفاده از اون وجود داره که خودش هم به اونها اعتراف می‌کنه. پیچیدگی ساخت چت‌بات‌ها، دقت پایین،
عدم رعایت حریم شخصی و کپی رایت، نیاز به نگهداری و به روزرسانی منابع چتبار. نهادها و افراد صاحب نظر در این باره نظرات مختلفی رو بیان کردند. دانشگاه هاروارد در مطلبی سعی در بررسی این موضوع داره و در انتها نیز اعتقاد داشتند که اساتید و دانشجویان به جای نگاه تهدیدی به این نرم افزار باید از اون در جهت رسیدن به منافع خودشون استفاده بکنن. به گزارش نشریه فرارو، فرانسیس پوژول، استاد دانشگاه ناوارای اسپانیا، رویکرد متفاوتی رو در استفاده از این نرم افزار در پیش گرفته که شامل استفاده مفید و سازنده از این نرم افزار میشه. از طرف دیگر، خطاهای چت‌جی‌پی‌تی در حال ظهور و بروز هستند. به گزارش خبرگزاری الپایسس، دانشجویی که از این چت‌بات برای تحقیقات خود استفاده می‌کرد، به این نتیجه رسید که اگر می‌خواهید در موضوعات فنی چت‌جی‌پی‌تی استفاده کنید، باید از قبل درباره آن موضوع اطلاعاتی را داشته باشید. دانشجویان نیز از تجربه‌های استفاده از نرم‌افزار چت‌جی‌پی‌تی می‌گویند. خوب سریع جواب میده، میتونی به سرش برسی. بعد یکی از خوبیاش هم اینه که وقتی چیزی رو میپرسیم شاید خوب نتونه بار اول جواب بده، وقتی دوباره بگیم خب من اینو نفهمیدم، با یه مثال دیگه یه جور دیگه ای بگو، سعی میکنه طرز بیانش رو عوض کنه، مثالش رو عوض بکنه. چون سوالات هم رو ازش پرسیدم که خب این موضوع چیه، منابعش رو برام لیستم و این اتفاقات افتاده. کار شخصی هم مثلا برای یادگیری زبان انگلیسی یا اسپانیایی یا زبان خارجی ازش استفاده. مدارکش یکی از مدارکی من حالا شنیده بودم به طور کلی که این شرکتی مثل این که از چت‌جی‌پی‌تی استفاده کرده بود و حالا برنامه نویسای اون قسمت ازش استفاده کرده بودن و گویا اطلاعات محرمانه اون شرکت که حالا کدهای اون شرکت باشه فاش شده بود و به بیرون درس پیدا کرده بود و خب این اصل پرایویسی رو فکر میکنم کاملا نقض میکنه. یکی از مشکلات هم اینه که خوب سوال رو متوجه نمیشه و من بعضا باید چندین و چند بار این موضوع رو براش مطرح کنم که بتونه اون سوال رو خوب متوجه بشه. مورد دوم این که منبعاش خیلی وقتا اشتباهه و منبعی رو که بهش ارجاع میده اصلا وجود خارجی نداره. در این بین به سراغ یکی از اساتید دانشگاه تهران رفتیم تا نظر ایشون رو هم بدونیم. حتی نقطه مثبت داره، یعنی میتونه تحلیل انجام بده، میتونه یه قسمتی از کار ریسرچ رو راحت تر کنه و خب جلو بندازه، به خصوص تو تحقیقات سند. تو ریسرچ میتونه تاثیرگذار باشه، بعضی جاها میگن حتی میپذیرن به عنوان نویسنده، اون هوش مصنوعی به عنوان نویسنده میپذیرن. ساید منفیش اینه که بعضی از یادگیریاشو بر مبنای لوپای خودش یادگیری خودش میده، در حالی که ممکنه جوابای تخیلی از خودش بده. تنبل میمونه. یعنی شما دیگه من چرا پردازش کنم، پردازشگر اساس من بهتر بود. ولی یه خطراتی داره، مثلا چی؟ یه خطرش اینه که از خودش رفرنس تولید میکنه بعضن. پس از ماه‌ها بحث و سردرگمی، OpenAI ابزاری رو منتشر میکنه که متن نوشته شده توسط انسان و هوش مصنوعی رو متمایز میکنه. این نرم افزار که هم متن تولید شده توسط خود چت‌جی‌پی‌تی و هم سایر چت‌بات‌ها رو شناسایی میکنه، شروع خوبیه اما کافی نیست. به اذعان خود OpenAI میزان دقت این نرم افزار 62% که دقت خوبی نیست و باید انتظار بهبود اون رو در آینده داشته باشیم. در انتها میتونیم بگیم با توجه به امکاناتی که چت‌جی‌پی‌تی و ابزارهای مشابه در اختیار انسان قرار میدن، تصویر آینده انسان بدون اونها غیر ممکنه. اما باید دید که چگونه مشکلات به وجود اومده در اثر استفاده از اونها قابل برطرف شدنه. شبکه دانشگاه تهران، شبکه حکمت و فرزانگی.